بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده محترم. سوال اومده بود که با آدمای عصبانی تو زندگیمون چیکار کنیم، با اونها چطور برخورد کنیم و چطور با اونها کامیونیکیت کنیم، چطور با اونها صحبت و مکالمه داشته باشیم. خیلی موقع ها آدم ها وقتی که با انسان های عصبانی روبرو میشن، از ترس از اینکه دعوایی درست بشه، از ترس اینکه دلشون نمیخواد صحبت ها به اعصاب خوردی و ناراحتی کشیده بشه، اصلا سعی میکنن هیچ نوع صحبتی با آدم عصبانی دور برشون نداشته باشن. سعی میکنن از آدم های عصبانی تو زندگیشون فاصله بگیرن. اتفاقی که میفته این هستش که در اثر این عدم گفتگو، در اثر این عدم مکالمه، فاصله بین انسان‌ها ایجاد میشه. خیلی از ما هستیم که توی زندگیمون با آدم‌های زندگی میکنیم که حالت‌های عصبی دارن. ممکنه همسرمون باشه، ممکنه فرزندمون باشه، ممکنه همکارمون باشه. توی مدت کوتاهی ممکنه ما بتونیم هیچ صحبتی نداشته باشیم، مکالمه‌ای نداشته باشیم، سعی بکنیم که کمتر با این افراد صحبت کنیم که صحبت‌های ما نکنه به جنگ و دعوا و اعصاب خردی کشیده نشه. اما برای یک زندگی دراز مدت ایجاد این فاصله میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه خطرناک‌تر از اون عصبانیت و اون اعصاب خردی باشه که در اثر ایجاد مکالمه با این افراد برای ما تو زندگی هامون به وجود میاد. لذا من دوست دارم یه چند تا راه کرده خیلی ساده رو به عزیزان بدم، انشالله کمک کنه به اون دوستانی که این سوال رو مطرح کرده بودن. ببینید، شما باید اینو در نظر داشته باشین، یک انسانی که عصبانی هستش، یک انسانی که پرخاشگر هستش، یک انسانی که فوق‌العاده از نظر عاطفی الان شارژ شده و خیلی اون حالت عصبانیت شدید رو داره الان ابراز میکنه، این انسان انسانی هستش که احتیاج خاصی به توجه شما داره. اگر احتیاج به توجه نداشت، داد نمیزن، عصبانی نمیشد و سعی نمیکرد توجه شما رو جلب کنه. لذا یک انسان عصبانی، به خصوص وقتی که در حالت پرخاشگری و داد و بیداد قرار میگیره، یک انسانی هستش که احتیاج به توجه شما داره. حالا شما اینو ببینید، توجه بکنین، در نظر بگیرین، اگر کسی احتیاج به توجه شما داشته باشه و شما مرتب بهش بی توجه کنین، چه اتفاقی میافته؟ اگر خود شما احتیاج به توجه داشته باشین و همسر شما، همکار شما، فرزند شما یا پدر و مادر شما به شما بی توجهی کنن، چه اتفاقی میافته؟ حتما تو ذهنتون الان اومده که در اثر این بی توجهی تازه عصبانیت و ناراحتی طرف مقابل بیشتر میشه. پس اولین کاری که توصیه من به شما عزیزان هستش که این کار رو انجام ندین، بیتوجهی به یک انسان عصبانی هستش. چرا؟ چون عصبانیت اون و پرخاشگری اون ریشه در این داره که اون شخص احتیاج به توجه شما داره. بله، این احتیاج رو داره از یک روش خیلی منفی براش استفاده میکنه برای اینکه بهش برسه، داره از یک برخورد بد استفاده میکنه تا این توجه رو به دست بیاره. اما اون چیزی که الان شما باید بهش دقت کنین این هستش که این شخص احتیاج به توجه شما داره. حالا پس اولا کسی که به شما پرخاشگری میکنه و عصبانیت میکنه، نگاه کنین که چرا این کارو میکنه. دلیلش از نظر علمی این هستش که این انسان احتیاج به توجه داره. پس به هیچ وجه به انسان عصبانی بی توجهی نکن. گاهی اوقات دوستان میگن اگه ما به این شخص توجه نشون بدیم، به خصوص اگه کوچیک‌تر باشه، اگه ما به این بچه توجه نشون بدیم، یاد میگیره که مرتب از عصبانیت و پرخاشگری استفاده میکنه. حرف شما رو قبول دارم، لذا میخوام از شما دعوت کنم که از راهکردهای مناسب برای نشون دادن توجه به شخص عصبانی استفاده بکنید، که در واقع برنامه ما هم امروز به همین منظور تهیه شده. پس حواستون باشه این فرد توجه میخواد و ما باید به اون توجه مثبت رو بدیم. چطور توجه مثبت رو بدیم؟ به وسیله یک اسکیل، یک هنری هست، ما بهش میگیم ولیدیشن، یعنی تأیید شخص عصبانی. یعنی چی ما شخص عصبانی رو تأیید کنیم؟ ما نمیگیم خود شخص رو تأیید کنیم، ما نمیگیم کار شخص که همون عصبانیت داد و بیداد کردن، پرخاشگری هستش، تأیید کنیم. ما میگیم احساسات طرف رو تأیید کنیم. یعنی به اون، به شخص مقابل خودتون بگین که من میدونم که الان تو چقدر عصبانی هستی، من میفهمم که چرا تو الان عصبانی هستی،
چقدر سخته که تو الان اینقدر احساس عصبانیت میکنی. ببینین، به شخص بفهمونین و متوجهش بکنین که شما احساسات اون شخص رو میبینین. آدمایی که فکر میکنن دیده نمیشن، آدمایی هستن که خیلی بلندتر صحبت میکنن. اصلا انسانهایی که تون صداشون خیلی بالاست، به خصوص توی جنگ و دعوا، اینا انسانهایی هستن که از نظر درونی احساس میکنن هیچ کس اونا رو نمیبینه، هیچ کس اونا رو درک نمیکنه، وجودشون برای کسی مهم نیست، مفید نیست، لذا تون صداشون رو میبرن بالا، لذا جنب و جوششون رو میبرن بالا تا اون توجه رو جذب کنن. پس مرحله اول این هستش که احساسات طرف مقابل رو تأکید کنین و تأیید کنین، معذرت میخوام، و بهش بفهمونین که من میبینم که تو عصبانی هستی، من میبینم که تو ناراحت هستی. پس یک، تأیید احساسات طرف مقابل هستش. دو، خودتون حواستون باشه آینه ی طرف مقابل نشین. اتفاقی که میفته از نظر روانی و از نظر علمی کاملا این مسئله ثابت شده هستش، این هستش که ما انسان ها یک سری سلول هایی توی بدنمون وجود داره که به اونها میگن mirror cell، سلول های آینه ای. کار سلول های آینه ای این هستش که آینه طرف مقابل میشن. هر کاری که طرف مقابل میکنه، این سلول های آینه ای اونها هم اون کار رو انجام میدن. توی مسئله احساسات و عواطف خیلی ما این مسئله رو میبینیم. یعنی وقتی که، شاید این مثال رو از من قبلا شنیده باشین، وقتی توی جمعی نشستین، توی خانواده ایش نشستین، اگه یه کسی از در بیاد که یه لبخند خیلی زیبایی به چهره داره، خیلی بشاشه، خیلی شاده، همین ورودش توی جمع باعث میشه که افرادی که نشستن توی جمع به صورت ناخودآگاه لبخند بزنن و یه حالت بشاشیتی به خودشون بگیرن. نکته مقابلش هم هست، کسی که اگر توی جمعی همه نشستیم، همه خوبن، صحبت میکنن، حالت خیلی خوبی دارن، اگه شخص خیلی عصبانی، خیلی ناراحت، خیلی اخمو وارد جمع بشه، بقیه افراد این جمع بدون اینکه خودشون بدونن، ناخودآگاه اون حالت افتادگی و ناراحتی رو به خودشون میگیرن. این حرکت به وسیله میرورسر، اون سلول های آینه ای درون ما به وجود میاد. از سلول های آینه ای ما برای ایجاد ارتباط سالم از دیگران باید استفاده بکنیم. یعنی این که وقتی میخوایم به کسی نزدیک بشیم، محبتمون رو بهش نشون بدیم، ببینیم اون شخص چطور نشسته، ما آینه نوع نشستن اون شخص بشیم، ببینیم اون شخص از چه تون صدایی استفاده میکنه، از چه حالت های بدنی استفاده میکنه، ما هم از همون حالت ها استفاده میکنیم تا به اون شخص نزدیک تر بشیم. خب، اما خیلی اوقات اگر ما توجه به این سلول های آینه ای نداشته باشیم، احساسات منفی طرف مقابل رو مثل یک اسپانج توی خودمون جذب میکنیم و جمع میکنیم. بدونی که خودمون بدونیم، ما هم عصبانی میشیم، بدونی که ما بدونیم، خودمون هم ناراحت میشیم. پس وقتی ما داریم با یک انسان عصبانی برخوردی داریم، با یک انسانی که پرخاشگری میکنه، خیلی عصبانی، خیلی ناراحته، الان داریم صحبت میکنیم، حواسمون به سلولهای آینه‌ای خودمون باشه. هر چقدر هم اون طرف عصبانی و ناراحته، ما نباید اجازه بدیم که سلولهای آینه‌ای ما آینه طرف مقابل بشن. نباید خودمون عصبانی بشیم، نباید خودمون پرخاشگر باشیم، بلکه باید خودمون آرامش خودمون رو حفظ کنیم که به وسیله این آرامشی که درون ما وجود داره، طرف سلول های آینه یه طرف مقابل شروع به حرکت بکنن، شروع به فعالیت بکنن و از آرامش ما به اونها منتقل بشه و اونها انسان های آروم تری بشن. پس یک، بی‌توجهی به انسان عصبانی نکنین. توجه خودتون رو به وسیله تأیید احساسات و عواطف اون شخص نشون بدین. دو، مواظب باشین سلول های آینه ای شما عصبانیت طرف مقابل رو تکرار نکنه، پرخاشگری طرف مقابل رو تکرار نکنه، به این معنا که هر چقدر ایشون داد زد، شما داد نمیزنین. هر چقدر ایشون با صدای بلند صحبت کرد، شما همچنان با صدای آروم و با متانت صدا صحبت میکنین، با آرامش صحبت میکنین، خودتون مثل طرف مقابلتون عصبانی نمیشین. پس این هم مسئله سلول های آینه ای. و گاهی اوقات هم هست که وقتی ما با انسان‌های عصبانی روبرو میشیم، شروع میکنیم از خودمون دفاع میکنیم، چون کار انسان عصبانی این هستش که به ما اتک کنه، ما رو مورد حمله لفظی خودش یا خدای نکرده حمله جسمی و فیزیکی خودش قرار بده. ما باید حواسمون باشه که در رابطه و در مکالمه با یک انسان عصبانی، نباید به خودمون حالت دفاعی بدیم.
نباید شروع کنیم همش از خودمون دفاع کردیم. تو این کارو کردی به خاطر اینکه من این کارو کردم. من این کارو کردم به خاطر اینکه تو اون کارو کردی. نه. ما الان هر چقدر هم از خودمون دفاع کنیم، انسان عصبانی انقدر الان از نظر روانی توی یک حالتی قرار میگیره که کنترل فکر خودش و اون پروسس کردن فکر خودش و اون تصمیم گیری و نتیجه گیری آروم و با متانت رو از دست میده. انسان عصبانی نمیتونه تصمیم خوب بگیره. انسان عصبانی نمیتونه نتایج خوب بگیره. انسان عصبانی یک انرژی خیلی خیلی قوی رو درون خودش احساس میکنه که باید این انرژی رو خالی بکنه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من ممکنه همسر اون شخص عصبانی باشم، مادر اون شخص عصبانی باشم، همکار اون شخص عصبانی باشم. نقش من چیه؟ یک، آرامش، حفظ آرامش. دو، تأیید احساسات طرف مقابل، به خاطر اینکه یه چیزی وجود داشته که طرف مقابل رو عصبانی کرده. اون طرف مقابل یک احساس درونی درش به وجود اومده که الان به صورت عصبانیت و پرخاشگری داره بروز نشون میده. حالا چه به حق بوده اون احساس درونی که درش به وجود اومده، چه به حق نبوده باشه، برای اون شخص عصبانی احساس اون در اون شخص در اون لحظه یک احساس حقیقی و واقعی هستش. ما هر چقدر به طرف بگیم تو حق نداری عصبانی باشی یا دلیلی برای عصبانیت تو وجود نداره، نه تنها به آرامش طرف کمک نمی کنیم، بلکه باعث میشه طرف احساس کنه دیده نمیشه، شنیده نمیشه و به خاطر همین حالت پرخاشگری توی خودش رو بالاتر ببره تا بتونه دیده بشه، تا بتونه شنیده بشه، تا بتونه توجهی که میخواد رو جذب کنه و کسب کنه. پس این در مسئله مکالمه با انسانهای عصبانی و انسانهای پرخاشگر خیلی مهمه که شما در نظر بگیرین که چرا اونا دارن این کار میکنن و وظیفه شما در اون لحظه چی هستش. اگر خودتون از انسان‌هایی هستین که خیلی عصبانی میشین، من ازتون خواهش میکنم که یه قراردادی با خودتون ببندین. در لحظه عصبانیت به هیچ وجه با کسی صحبت نکنین. در لحظه عصبانیت حتما اون محیطی که توش قرار دارین رو ترک کنین. حالا ممکنه اتاق خوابتون باشه، ممکنه محل کارتون باشه، ممکنه آشپزخونه خونتون باشه، هر جایی که هست. پس با کسی صحبت نکنین، اون محل رو ترک کنین. قبل از اینکه ترک کنین به اطرافیان بگین که من احتیاج به نیم ساعت تنها بودن دارم. برین با خودتون یه جای تنها باشین. اگر شما تو اون محیط بمونین، اگر شما بخواین مکالمه‌ای رو داشته باشین، اگر بخواین اون شرایطی که باعث شده شما عصبانی بشین رو مطرح کنین، در اون لحظه به خاطر حالتهایی که روانی که در شما وجود داره و در طرف مقابل شما وجود داره، شما یک مکالمه مسالمت آمیز رو نخواهین داشت. به خودتون قول بدین که هر چیزی که باعث شده من عصبانی بشم، تا 3 روز هیچ تصمیمی نسبت به این موضوع نمیگیرم. 3 روز به خودتون مهلت بدین. به خصوص در مسائلی که خیلی خیلی تو زندگی شما رو عصبانی میکنن، اختلافات خانوادگی، دعواهای خیلی شدیدی که ممکنه با نوجوانامون داشته باشیم، من به شما قول میدم بعد از 3 روز که از اون حادثه بگذره، شما تصمیمای خیلی خیلی مفیدتر و متفاوتتر نسبت به اون مسئله میگیرید. انسان عصبانی به هیچ وجه نباید دنبال راه حل بگرده، راه حل ارائه بده و یا تصمیم بگیره، چون در حالت عصبانیت مغز ما کاربرد خیلی زیاد مفیدی برای ما نداره. و این رو در نظر بگیرید، انسان‌هایی که خیلی عصبانی میشن، انسان‌هایی که خیلی ناراحت میشن، انسان‌هایی هستن که از درون یه چیزی داره زجرشون میده، انسان‌هایی هستن که از درون خیلی قصه دارن، خیلی ناراحتی دارن. آدم های بدی نیستن، کارشون بده، اما خودشون آدم های بدی نیستن. انسان های عصبانی انسان هایی هستن که یه جور درد شدیدی رو از درون احساس میکنن و برای اینکه از اون درد رهایی پیدا کنن، اون حالت اگریشن، حالت عصبانیت و حالت پرخاشگری رو به خودشون میگیرن. متاسفانه در اثر عدم داشتن اسکیل و مهارت‌های کافی، خیلی از پدر و مادرهای ما، زنها و خانمها و آقایون ما، این حالت عصبانیت رو با خودشون تا بزرگسالی پیش میبرن، توی زندگی مشترکشون، سر کارشون، محل کسب درآمدشون، این حالت‌های عصبانیشون رو حفظ میکنن و باعث میشن که اطرافیان از اونها برنجن. اما اگر ما روی احساسات خودمون کار کنیم، خیلی راحت یاد میگیریم که این عصبانیت رو چطور
درکش کنیم، بفهمیمش، ریشش رو پیدا کنیم و چطور ازش برای یک کاردهی بهتر استفاده کنیم. به چه منظور؟ ما داریم افرادی رو که به ما مراجعه میکنن و عصبانیت خیلی زیادی توشون هست به خاطر ظلمی که در بچگی بهشون شده، به خاطر ظلمی که سر کار بهشون میشه، به خاطر ظلمی که بین روابط زناشوییشون احساس میکنن. بعد از مدتی که ما با اونها کار میکنیم و احساسات و عواطفشون رو کمک میکنیم که بشناسن، این افراد میتونن این احساس عصبانیت خیلی شدید رو به جایی که تبدیلش کنن به پرخاشگری، اون رو تبدیل میکنن به یک حرکت مثبت. من چطور میتونم همسر بهتری باشم؟ چطور میتونم مادر بهتری باشم که این عصبانیت من باعث نشه که اطرافیان من بیشتر از من برنجن؟ من حتی مراجعه کننده ای داشتم که در محیط کاری خودش دچار رنج ها و عصبانیت های خیلی زیادی شده بود در اثر روابط، در اثر تجاوز جنسی که به این شخص شده بود. این شخص انقدر روی خودش کار کرده بود که الان به جای اینکه همش قصه بخوره، عصبانی باشه، ناراحت باشه، اون عصبانیت خودش رو حفظ کرده باشه نسبت به همکاران خودش، شروع کرد به نوشتن یک کتاب در مورد اتفاقاتی که براش افتاده و کتاب اون جزء پرفروش‌ترین کتاب های سال معرفی شد. عصبانیت از اون احساساتی هستش که میتونه خونه خراب کن باشه، میتونه جامعه ساز باشه. اما شمای عزیز این رو در نظر بگیرین، اگر خودتون عصبانی هستین ببینین چه قصه ای تو دلتونه. اگر طرف مقابلتون عصبانی هستش، خودتون رو جای اون طرف بذارین و فکر کنین که چه درد درونی، چه ناراحتی، چه رنجی درون این فرد وجود داره که باعث شده الان به صورت عصبانیت خودش رو نشون بده. در مکالمه با این فرد حتما یادتون باشه از اسکیل ها و مهارت هایی که بهتون دادم استفاده کنین. تصمیم گیریتون لحظه نکنین، نخون خودتون رو تو لحظه عصبانیت ثابت کنین، به انسان عصبانی بی توجهی و کم توجهی نکنین، مثل خودش پرخاشگر نباشین، عصبانیت اون اجازه ندین که شما رو عصبانی بکنه و حتما احساسات طرف مقابل رو تأیید کنین و بهش بگین که شما احساسش رو میبینین و درک میکنین، اما ازش بخواین که قبل از اینکه بخواد در مورد احساس خودش صحبت کنه یک نیم ساعتی رو با خودش تنها باشه و شما هم همین کار رو بکنین. یه مقداری از زمان رو با خودتون تنها باشین، اجازه بدین زمان بگذره، بعد برگردین با طرفی که حالت عصبانی داشته، بخواید صحبت کنین و ببینین دلیل ناراحتیش چیه و چطور میشه راه حل هایی برای رفع اون عصبانیت و نگرانی پیدا کرد. انشاءالله که این راهکردها هم مورد توجه شما عزیزان باشه. شما رو تا یک برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.